برملا شدن مشتی از خروار فضیحت‌های رژیم در مناظره‌های انتخابات قلابی و جنگی گورکا. توجهتون رو به نمونه‌های دیگری جلب می‌کنیم. من قبلا گفته بودم من در مقابل 5 کاندید هستم. قاعدتاً به ریاست جناب آقای رئیسیه و به صورت پوششی دارن ایشون رو پوشش میدن. این که نمیشه که 3 نفر بیان بشینن فقط حمله رو بکنن همتی. من دفاع خواهم کرد، جواب خواهم داد. جناب آقای جلیلی، من در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتم شما اقتصاد تجارت نمیفهمید، درست یا نه؟ شما ابتدای تای مسائل فنی و تجاری بلد نیستید. چرا برای مردم بزرگ فهیم ایران تصمیم میگیرید؟ آقای جلیلی خسته نشد از این همه بیانیه دادن، بیانیه خوندن؟ 20 ساله داریم بیانیه میخونیم، پدر کشور در آوردین. جناب آقای زاکانی، من خواهش میکنم از پوششی در بیاید. یعنی چی اینقدر متهم میکنید پول قرض؟ اصلا شما اقتصاد نمیدونید که 2 کلاس اقتصاد خوندین؟ هسته پزشکیتونم که معلومه چجور مدرک گرفتین. اینکه آقای همتی رجزخانی نظامی و جنگی رو نمیداند، اگر من دولت رو به دست بگیرم ایشون و تعداد دیگری رو در دولت آقای روحانی ممنوع الخروج میکنم و به دادگاه میسپارم و در اونجا ثابت خواهم کرد که دستهای خیانتباری که در دوران این آقایون چه آسیب‌های بزرگی به ملت ایران زدن. جناب آقای رئیسی، من الان نمیدونم آیا اماننامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن. به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما میخوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با برخی عملیات که علیه شما شکایت هست، همین که پیگیری نمیکنن، شما باید خدا رو شکر کنین. من حتما اگر رئیس جمهور بشم شما رو به عنوان یکی از مخلین اقتصاد کشور که وضع معیشت رو به امروز آوردن حتما معرفی میکنم به خود جناب آقای رئیسی. ببینید اینجوری صحبت نکنیم، کشور رو به این روز انداختید، بعد میگید که بانک مرکزی و فلان و بهمان مقصره. بستین همه اقتصاد کشور رو، تمام ارتباطات ما رو با خارج بستین. جناب آقای جلیلی، شما میگین چرا صادراتمون کمتر از افغانستانه؟ خب معلومه کسی از شما کالا نمیخره، برای اینکه شما دارین 10 سال. ببینید از موقعی که شما این بیانیه خونه شروع کردین جناب آقای جلیلی، چه اتفاقی در کشور افتاده؟ رشد اقتصادی ما طی 1 دهه شده 0.5% سالانه، یعنی کل رشد ما بوده 5%. جناب آقای جلیلی خواهش میکنم نخندید، خنده نداره، گریه داره. اینا من از بانک مرکزی کنار گذاشته شدم به خاطر اختلاف نظری که با جناب آقای روحانی داشتم، ولی ایشون هم مشکل شما رو داره، بینش اقتصادی نداشت آقای روحانی و گرفتاری منم همین بود. من خواهش میکنم به این نکته دوستان توجه بکنن. جناب رئیسی فرمودن که 2 گروه اقتصاددان میان نظر میدن. خب اگه آدم بینش نداشته باشه 2 گروه اقتصاد کدومش انتخاب میکنین؟ اگه میخوایم فقر و فساد و تبعیض از بین بره، اولین کاری که میکنیم باید از تکرار دولت‌های گذشته به طور جدی جلوگیری کنیم. ایشون میگه که من به خاطر اینکه بینش اقتصادیم با آقای روحانی اختلاف داشته کنارم گذاشتن. جناب آقای همتی، شما پس برای چی کنار آقای روحانی موندید؟ اتهاماتی هم به بنده میزنن، میگن مثلا 2 تا تجدید توی دیپلم آوردی. ما یه خجالت 15 روز از جنگ من برگشتم و قصر شیرین بودم، اومدم خودم امتحان دادم، 2 تا تجدیدی گرفتم. اگر نمیدانید بدانید، دیگه نگید، ما یه خجالته. نکته دومی که وجود داره این هستش که این فرمان نامزد پوششی، انشالله دیگه دفعه آخری باشه که این فرمایید. اگر بنا باشه کسی پوششی باشه، شما اصلی ترین نامزد پوششی هستید. اومدید 8 سال افتضاح دولت رو پوشش بدید. بی تدبیری ایشون مردم مرغ رو کرد 35,000 تومان. نه ایشون، دیگران هم بودن، ایشون هم بود. مستدل صحبت کنیم. مردم یادتون هستش که گفتن که ما رکود رو رد کردیم، پیک کرونا رو گذشتیم، تحریم لغو شد، رونق اقتصادی ایجاد شد. چرا به مردم دروغ میگیم ما؟ مردم صداقت میخوان، مردم دانش میخوان، مردم ارزه میخوان. 102 هزار میلیارد پول چاپ کردید، دیخید تو بازار، پدر مملکت رو در آوردید. یعنی شما شدید نامزد معمولی، یعنی شما یک کاندیدای معمولی هستید.
300,000,000,000 تومان وزیر اقتصاد گفته دولت سال گذشته از بازار سرمایه برداشته. برای چی برداشته دولت؟ آقای روحانی به چه حقی برداشته؟ مال مردم برای چی برداشته؟ مردم از ما سوال میکنن که چرا هر انتخاباتی میگذره حرفا تکرار میشه؟ مشکل گرانی، مشکل بیکاری، مشکل معیشت مردم، مشکل مرغ و تخم مرغ، چیزای به این سادگی چرا حل نمیشه؟ الان شما نگاه کنید نقدینگی 70,000 برابر شده. چه کسی عامل خلق این نقدینگی است؟ آیا این نقدینگی باز هم خلق نقدینگی به این عظمت مربوط به خارج از کشور ماست؟ یا ساختارهای معیوب ما در بودجه، در نظام برنامه‌ریزی یا در فرض بفرمایید ساختار بانکی چنین حوادثی رو ایجاد کرده؟ متاسفانه ما دنبال ایجاد ساختارهای مولد فقریم. در انحصار و تبعیض یک اقتصاد درست شده رانتی غارتی، یعنی از یک انحصار فوق‌العاده ایجاد شد. شما ببینید الان منابع کشور اگر ما بخوایم همینطوری بین مردممون تقسیم بکنیم، منابع طبیعی کشور رو به هر نفر ماهی 3,000,000 تومان میرسه. بعد سوال کرد این منابع کجا رفته؟ من از جوان‌ها تو خونه‌ها سوال می‌کنم، از بچه‌ها سوال می‌کنم. شما دارید گیم بازی می‌کنید، دارید در واقع بازی کودکانه نوجوانانه انجام بدید. چقدر وسط بازی حالتون گرفته میشه؟ معلومه یه زیر ساخته درست نیست. من خودم توی فضا هستم، 2,000,000 فالوور دارم، ارتباط دارم، خیلی از مسائل از این طریق به من داره منتقل میشه. منتهای مراتب آقایون دارن خلط مبحث میکنن بسیاری از این مسائل رو که اون کارا وظیفه‌شون هست انجام ندادن، یک سری مسائل فرعی رو بهش توجه میکنن. من در رابطه با بعضی از مسائل بانکی با مسئولین بانکی صحبت کردم، آقا این کار بشود، گفتن آقا بانک‌ها به حرف ما نمی‌کنن. یعنی چی نمی‌کنن؟ گفتم پس من شروع می‌کنم ببینیم به حرف من می‌کنن یا نه. خبرگزاری سپاه پاسداران با سوزش از مفتضح شدن جلاد 67 نوشت: به راستی جهل این جماعت تا کجاست که رئیسی را فردی معرفی کردند که 6 کلاس درس خوانده. سپاه پاسداران برای رفع و رجوع فضیحت به سابقه حکم خمینی به جلاد 67 برای قتل عام و کشتار اشاره کرد، ولی از ذکر موضوع آن خودداری کرد و ضمن ادعای تجربیات 40 سال تصدی مسئولیت‌های عالی در دستگاه قضایی نوشت: و این را اضافه کنید به کسب تجربیات دوران حساس دهه 60 و دهه 70 با حکم مستقیم از خمینی. در ارتباط با ادعای آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در مورد داشتن 2,000,000 فالوور، برخی از رسانه‌های رژیم از خرید فالوور فیک توسط او خبر داده و نوشتند وضعیت فالوورهای پیج اینستاگرامی ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که همزمان با نخستین مناظره تعداد فالوورهای اضافه شده چند برابر روزهای قبل بوده است. در سیرک مناظره‌های مهندسی شده، دولت آخوند روحانی شلاق‌کش شد و متعاقباً سخنگوی دولت و معاونان آخوند روحانی تحت عنوان سیاه‌نمایی به شکوه و شکایت پرداختند. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی گفت: فرصتی برای پاسخ به اتهام‌زنی‌ها می‌خواهم. ایرنا نوشت: سخنگوی دولت در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار اختصاص فرصتی برای آنچه پاسخ به اتهام زنی ها و نشر اکاذیب و طرح مطالب ناروا علیه دولت در برنامه های انتخاباتی شد. موعظی از دفتر روحانی نیز نوشت: عجیب است که هر چند دقیقه نمودارهایی پرینت شده به دوربین گرفته می شد، اما هیچ کدام از مخالفان برجام و دولت و مذاکره از ده ها و صدها میلیارد دلار خسارت تحریم چیزی نگفت. رسانه‌های بین‌المللی مضحکه مناظره 7 کاندیدای سرسپرده در سیرک انتخابات را بیانگر شدت درگیری و بحران در حکومت آخوندی تفسیر کردند. گزارشی در این باره: متوسط رشد اقتصادی در این دولت 0 بوده. این همه کارخونه‌ها به همین دلیل بسته شدن. کی اینا رو بسته؟ اصلا شما اقتصاد نمی‌دونید که 2 کلاس اقتصاد خوندین؟ ما الان 11 عبد بدهکار داریم، 90,000,000,000 تومان بدهی داریم. از اینا باید رئیس سوالم اینه که کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید. چرا اینطور حرف می‌زنید؟ خبرگزاری فرانسه نوشت کاندیداهای ریاست جمهوری رژیم در اولین مناظره یکدیگر را به خاطر بحران اقتصادی کشور متهم کردند.
آنها همتی رئیس بانک مرکزی را مسئول این بحران دانستند. محسن رضایی خطاب به همتی گفت: جناب آقای همتی، مدیریت شما فاجعه آمیز بود. شما اینجا به عنوان نماینده روحانی نشسته اید. این خبرگزاری افزود: رسانه‌های رژیم ایران در هفته‌های اخیر نسبت به خطر شرکت پایین رای دهندگان ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز با عنوان نامزدهای انتخابات رژیم در مناظره به تبادل حرف‌های تیغدار پرداختند نوشت: محسن رضایی همتی رئیس بانک مرکزی را به تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا متهم کرد و گفت وی باید به اتهام خیانت محاکمه شود. همتی به ابراهیم رئیسی گفت: من خدمت آقای رئیسی هم عرض می‌کنم، آیا می‌توانید به من اطمینان دهید که بعد از این واقعه هیچ گونه اقدام قانونی علیه من انجام نخواهد شد؟ رویترز نتیجه گیری کرد: با توجه به حذف و تصفیه شورای نگهبان، مشارکت در انتخابات رژیم پایین خواهد بود. جیسون براتسکی مدیر اجرایی اتحاد علیه اتمی شدن رژیم ایران در آمریکا نوشت: اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران روی اقتصاد متمرکز بود که شامل یک سلسله سوال و جواب‌های تکراری می‌باشد. با وجود سیاست خارجی خامنه‌ای و تحریم‌هایی که به دنبال داشته و به مشکلات اقتصادی دامن زده، هیچ اشاره‌ای طی این مناظره به توافق اتمی برجام نشد.